سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. همه جا تاریک شده بود. به جز کورسوی خونه ویلایی انتهای خیابون هیچ نور دیگه‌ای دیده نمی‌شد. چشمای آبیشو به اطراف گردوند و پیش رفت. نمی‌دونست چرا، ولی دلش شور می‌زد. به انتهای خیابون که رسید، نزدیک کوچه وینستن، صدای ناآشنا به گوشش رسید. صدای مردی رو شنید که مدام بهش بد و بیرا میگفت. صدا رو نمیشناخت، اما دلش مثل سیر و سرکه میجوشید. زن با آخرین قدرتی که داشت دوید و دوید. این تصویر تصویر یکسان آخرین لحظات تمامی 50 قربانی قاتل انگلیسیه، کسی که بعدها هیولای لندن لقب گرفت. جانوری در قالب انسان که فقط در طول 2 سال، یعنی از سال 1788 تا 1790 دست کم 50 زن جوان رو در لندن با چاقو تکه تکه کرد. در سال 1788 میلادی شایع شده بود غول ناشناسی در شهر میگرده که تومه‌هاش زنان جوان پولدار هستن. روزنامه ها اسمش رو هیولای لندن گذاشتن. گفته بودن مردی هر شب در خیابون‌های تاریک و خلوت زنان پولدار و جوان رو با چاقو و دشنه شکار میکنه. میگفتن هیولا قبل از کشتن شکارهاش به اونها فحاشی کرده و بعد سر فرصت اونها رو با چاقو تکه تکه میکنه. خبر اولین قتل که به بیرون درز کرد، روزنامه ها همون رو با آب و تاب پوشش دادن. هر چند وقت یک بار که قتلی در یک نقطه از شهر اتفاق میافتاد، روزنامه های محلی هم سراغش میرفتن. تمام این روایت ها در حالی گوش به گوش می چرخید که هنوز هیچ کس هیولای لندنی رو از نزدیک ندیده بود. این قاتل حرفه‌ای بلا فاصله بعد از مسله کردن قربانیانش محل رو ترک می کرد. تنها چیزی که مردم می دونستن این بود که هیولا به بیماری جنسی مبتلاست و از آزار دادن قربانیان زن لذت می بره. برای همین هم بود که قبل از ارتکاب جنایت به اونها فحاشی می کرد و قسمت‌هایی از بدن اونها رو می‌برید. در طرف دیگه یه قضیه پلیس ویژه لندن قرار داشت. این نیروی تازه پلیس که در اون زمان به تازگی شکل گرفته بود، دنبال سرنخی می‌گشت، اما هیچ اطلاعات تازه‌ای نداشت. تنها سرنخ پلیس لباس‌های پاره قربانیان، زخم پا و زانوی اونها بود که تقریباً همیشه ظاهری یکسان داشت. همه جای شهر رو مأمور و کاراگاه پر کرده بود. اما قاتل حرفه‌ای قبل از اینکه کسی سر برسه فرار می‌کرد. این فرد ناشناس که در دل همه مردم شهر دلهره انداخته بود، هر بار شیوه خاصی برای شکار زنان انتخاب می‌کرد. یک بار اونها رو در خیابون تاریک پیدا می‌کرد و می‌کشت. گاهی هم در کمال ادب و متانت از اونها می‌خواست و گل خوشبویی رو بو بکشن. بعد در فرصت مناسب با دشنه‌ای که در بین دست گل پنهان کرده بود بینیشون رو می‌برید و اونها رو به شکل فجیعی می‌کشت. هیولای قوی هیکل یک شگرد منحصر به فرد هم برای خودش داشت که در تمام قتل‌هاش به کار می‌بست. اون قبل از اینکه قربانیانش رو به قتل برسونه بد و بیرا نثارشون می‌کرد. همین چند سرنخ تنها سرنخ‌های پلیس ویژه لندن بود که توسط قربانیان نجات یافته شرح داده و در دفاتر مخصوص ثبت می شد. بعضی از قربانیان خوششانسی که تونسته بودن با سراوز نامرتب و لباسهای پاره از دست قاتل وحشی فرار کنن، بعد از شرح دادن ماجرا برای پلیس تا مدتها پاشون از خونه بیرون نمی زاشتن. هنوز هیچ ردی از قاتل پیدا نشده بود و همه نگران بودن سوژه بعدی صفحات حوادث روزنامه ها اونا باشن. بیشتر قربانیان هیولا در اون روزهای سیاه زنان پولدار و زیباروی شهر بودن. همین مسئله باعث شد که مردم شایع کنن هیولا فقط زنان جوان و ثروتمند را میکشه. این شایعه که در شهر پیچید، زنان انگلیسی تلاش میکردن تا با بیان اینکه هیولا قصد کشتن اونها رو داشته ثابت کنن از بقیه زیباترن. رقابت بر سر این مسئله آنچنان بالا گرفت که برخی از زنان لندنی برای اینکه زیبایی خدادادیشون رو اثبات کنن، خودشون رو با دشنه و چاقو زخمی می‌کردن و بعد داستان ساختگی حمله یک غول بزرگ و سیاه رو تعریف می‌کردن که به طرز وحشیانه‌ای به اونها حمله کرده.
البته انگار فقط زنان از هیولای خطرناک نمی ترسیدن. خیلی از مردان لندنی هم از ترس اینکه به جای هیولا اشتباه گرفته بشن دل تو دلشون نبود. این دلهوره و نگرانی اونقدر شدید بود که چند نفر از افراد فرصت طلب کلوپی بر ضد هیولا راه انداختن و حسابی هم براش تبلیغ کردن. فقط مردان میتونستن عضو این کلوپ بشن و به هر کدوم از اعضا یک سنجاق سینه با عبارت هیولا نداده میشد. این سنجاق سینه برای اون بود که زنان لندن اونها رو با قاتل شبهای تاریک لندن اشتباه نگیرن. 2 سال از اولین قتل هیولا گذشته بود. پلیس ویژه و تازه کار لندن با وجود هماهنگ کردن همه ی نیروهاش نتونسته بود ردی از قاتل زنان پولدار پیدا کنه. در این زمان جان جولیوس انگرستین، یکی از بازرگانان مشهور لندنی، بعد از اینکه این وضعیت رو دید، برای پیدا کردن قاتل جایزه نقدی 100 پوندی تعیین کرد. این جایزه نصیب کسانی میشد که ردی از هیولا به دست آورده، زنده یا مرده اون رو به پلیس تحویل بدن. با تعیین این جایزه، خیلیا به طمع به دست آوردن این پول و با هدف کنار زدن رقبای عشقی و یا طلبکاران دست به تقلب زدن. اونها افراد مختلفی رو به پلیس معرفی می‌کردن تا پول بگیرن. بعضی‌ها هم در خیابون دعوا را می‌انداختن و طرف مقابلشون رو به عنوان هیولای لندن به افسر پلیس معرفی می‌کردن. اما تمام ترفندها خیلی زود لو می‌رفت و همچنان دست پلیس خالی مونده بود. خبر قتل هیولا برای هر کس بد بود، کار جیب‌برهای لندنی رو حسابی سکه کرد. این خلافکارها شگرد خاصی برای پیشرفت کارشون ابدا کردن تا بتونن با خیال راحت تری جیب مردم کوچه و بازار رو خالی کنن. جیب‌برهای خبره لندنی وقتی می دیدن قربانی می خواد از خودش دفاع کنه، انگشت اتهام رو به سمتش گرفته و هیولا هیولا گویان او رو به همدیگه نشون می دادن. فرد قربانی که می ترسید به جرم هیولا بودن دستگیر بشه، دوستها رو رها می کرد و از مهلکه می گریخت. ترس از مرگ قیافه زنان جوان لندنی رو دیدنی کرده بود. چهره شهر رنگ و روی دیگه‌ای به خودش گرفته بود. لوازم آرایشی پنهان شدن. پیراهنها چروک شد. این بار به جای زیبایی، مسابقه زشت‌ترین زنان شهر در لندن جریان داشت. هر کس زشت‌تر بود، خوشحال‌تر می‌شد. کسانی که تا همین چند وقت پیش به خاطر زیبایی برای همدیگه لاف می‌زدن و پوز درگیر شدن با هیولا رو به اطرافیانشون می‌دادن، با شلوارها و لباس‌های مندرس و کثیف در خیابان‌های شهر پرسه می‌زدن تا چشم هیولا شکارشون نکنه. موهای خاک گرفته و به هم ریخته و چشمای آبی رو پنهان می‌کردن و شال‌های کثیف پشمی بدن زنان رو می‌پوشون. لندن از ترس هیولا شبیه شهر زامبی ها شده بود. در روز 13 ژوئن سال 1790 میلادی، زن جوانی به نام آن پورتر به یکی از ایستگاه‌های پلیس شهر مراجعه کرد و گفت هیولا را به چشم خودش دیده. اون همراه با چند افسر ویژه به پارک سنت جیمز در مرکز لندن رفت تا هیولا را شکار کنه. داستان از این قرار بود که مرد درشت‌اندامی دخترک رو با هدف هوسرانی تعقیب کرده و به منطقه خلوت برده بود. اما این بار شانس نیاورد، چون جان کولمن نامزد خانم پورتر اونها رو دیده و تعقیبشون کرده بود. چند روز بعد جلسه دادگاهی برای محاکمه اون برگزار شد. تمام سالن پر از آدم شده بود. همه اومده بودن تا هیولا رو به چشم خودشون ببینن. بعضی ها بهش ناسزا می گفتن و برخی دیگه به اون حمله ور می شدن. این شلوغی در بین شاهدان دادگاه هم ولوله انداخته بود. یکی از قربانیان که وحشت کرده بود از بین جمع بلند شد و گفت دروغ گفته. اون اعتراف کرد هیچ وقت هیچ هیولایی بهش حمله نکرده بود و اون برای جلب نظر قصه بافته. کنترل جمعیت تقریبا از دست ماموران خارج شده بود. دادگاه پرهیاهو دفاع را برای رنویک ویلیامز متهم 23 ساله سخت کرده بود. اون که کارگر اخراجی یک کارخونه بود، اعتراف کرد که سعی داشته به خانم پورتر نزدیک بشه، ولی هدف شومی در سرش نبوده. اون اتهام اقدام به قتل رو هم کاملا رد کرد. هرچند
استراب شدیدش در جلسه دادگاه وحشت رو در چشمانش هویدا کرده بود. قاضی که شرایط ملتهب دادگاه رو دید و شواهد رو کافی ندونست، تصمیم گیری و دفاع بیشتر رو به جلسه دیگه‌ای موکول کرد. در دومین جلسه دادگاه، یم شاعر ایرلندی وکالت اون رو بر عهده گرفت. اون در دفاعیاتش خانم پورتر رو به دروغگویی برای کسب جایزه 100 پوندی متهم کرد. دفاعیه‌ای که کم و بیش نتیجه داد. هرچند خانم پورتر هیچ وقت به دروغگویی متهم نشد، اما هیولای لندن برای ارتکاب تمام جنایتهاش 6 سال رو در زندان گذروند. و بعدها تاریخ شناسان زیادی درباره هیولای لندن تحقیق و بررسی کردند. بعضیشون معتقد بودند که ممکنه اون هیولای واقعی نبوده باشه. این کارشناسان معتقد بودند که هیولای لندن احتمالاً یک قربانی بوده تا روی کمکاری‌های پلیس سرپوش گذاشته بشه. دلیلی که برای این ادعا میارن قتل‌های مشابهی که در سال‌های بعد در زمانی که هیولا در زندان بود انجام می‌شد و همچنان سایه ترس رو بر سر مردم شهر زنده نگه می‌داشت. بر اساس شواهد و مدارک موجود، هیچگاه هیولای لندن به دام پلیس نیفتاد. به نظر شما چطور میشه که یک انسان تبدیل به چنین موجود خطرناکی میشه؟ برای بررسی اسرار ناگفته قتل‌های خفاش شب گیلان، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.